اوضاع دچار یک آشوب عجیب و غریب است. میگه دنیا در خروش است، خون جهان به جوش است. سلام دوستان عزیز، من نذیر اعظم کریمی، خبرنگار آزاد، فعلا از مقر پنتاگون با شما کلام هستم. و طوری که شما در جریان هستین، اوضاع روز بدتر میشه. به قول شاعر میگه هر کسی روز به این میطلبت از ایام، مشکل آن است که هر روز بدتر میبینم. اسب تازی شده مجروح به زیر پالان، طوق زرین همه در گردن خر میبینم. واقعا روزای بسیار سرنوشت ساز است. افغانستان وضعیتش بدتر شده رفته. اگه امکانش باشه هر دو طرف به یک موافقه برسن و یک حکومت مشارکتی را آماده بسازن و مثل کنفرانس بن یک نشست بین المللی داشته باشن که ناظران بین المللی و منطقی یا یک اجماعی بین المللی صورت بگیره نظیر کنفرانس بن. اما ای که چقدر امکان او با وجود آمدن حکومت مشارکت ملی است یا نه، هنوز دود است که سرش فکر کرد. میگه از پدر پرسید روز یک پسر، بهترین دین ها کدامن ای پدر؟ گفت من با دین ندارم هیچ کار، پیش من دین ها ندارن اعتبار. چون که آوردیم هر دین جدید، اختلاف ها بیشتر آمد پدید. کینه ها و دشمنی بسیار شد، جنگ های مذهبی تکرار شد. خون مردم ریختن روی زمین، بارها و بارها با نام دین. نه مسلمانم نه ترسانه یهود، سر به حکم عقل میارم فرود. عقل میگوید که این شبهه کران از در امزیستی با دیگران. دین ولی گوید که خون کافران گر بریزی اجر دارد بیشمار. من بدین علت ندارم دین و کش، تا نریزم خون امکیشان خیش. تو همه فرزند از روی خرد، پیروی کن تا به امیدت برند. با تمام مردم روی زمین دوستی کن، بهترین دین است این. ما امیدوار هستم که امروز در سال صفا زندگی کنیم. من نمی‌فهمم که هدف طالبا یا داعش از این قتل های زنجیروی و هدفمند چی است. ما امیدوار هستم که طالبان هم به حقانیت مسئله پی ببرد، دولت مردای افغانستان هم گوشای شنوا و چشمای بینا پیدا کنند و دیگر نگذارند که مردم به هیچ کشته شوند. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، مقر پنتاگون، واشنگتن دی سی.